ادامه تنش‌ها و درگیری‌ها در بهسود نیروهای هوایی بر مردم ملکی حمله کردند. سنترال افغانستان، صدای مردم افغانستان. برنامه یادی خدا، سلام بر شما مخاطبان عزیز، آرزومن هستم صحتمند و سرحال باشین. بیننده و شنونده سنترال افغانستان و صفحه فیسبوک عبدالنصر ماهدی هستین. امیل هستی که من با شما صحبت میکنم. نفهم ساعت 11 و چند دقیقه وقت افغانستان هست و درگیری ها در بهسود از سر گرفته شده. امروز 28 دلو سال 1399 برابر با روز سه‌شنبه بود و 16 فوریه سال 2021 میلادی. تاریخ بر دوستا گفتم چون امیل هزه این خبر نو هست، اشتباه نگره با روزای دیگه. و متاسفانه که درگیری ها در بهسود امشب از سر گرفته شد و این زمان اتفاق افتاد که دو دانه هلیکوپتر و جت جنگی بر آسمان بهسود چرخک زدن و بر موازی از جبهات مقاومت شلیک کردن و در نتیجه درگیری ها بدبختانه شروع شد. با مال از پیشتر لایف هم رفته در رابطه با صحبت های امروز قماندان امنی بهسود صحبت چه میدان برعکس صحبت میکردیم که برای ما تماس آمد و ویدیو یک لحظه پیشتر برای شما نشان دادم هم از امشب است، از لحظات پیشتر. شما این ویدیو را کمی لحظه میبینید دوستای عزیز، این ویدیو درگیری ها از شما بسیار ضعیف شد، متوجه شدن که شلیک میکنن و مرمی ها که میگذره خب دیده میشه که مرمی از هلیکوپتر شلیک میشه برای موازی از جبهات مقاومت و هر چه زودتر باید این فاجعه جلوش گرفته شود. تا به حال را که ما صحبت داشتیم، اگر لایف قبلی ما را تماشا کردید نفهم بعد از دقیقه 15 است یا چند هست، ما مصاحبه با استاد باقر سعیر هم داشتیم و اونا صحبت کرد که درگیری ها یکم تنش کمتر شده، اما تا به حال را که فضل خدا تلفاتی نداشته، اما ما امیدوار هستیم که جلوی از این فاجعه گرفته شود. چرا باید درگیری در بهسود صورت بگیرد؟ ما امشب مصاحبه با آقای کرام الدین رضازاده وکیل مردم غور داشتیم. اینا صحبت میکردن که در غور امیل ازه در آستانه سقوط هست، نزدیک مرکز طالبا آمده، تحرکات خود زیاد کرده، نیاز هست که حمله هوایی شود تا اونا نابود شود. اما شما ببینید در اونجا حمله نمیشه، امروز آمد در بهسود حمله میکنه که چی؟ شما اول نیروهای حکومتی را از اونجا بیرون بکنید، مردم تضمین میکنه که درگیری دیگه صورت نگیره. امروز شما آمده سر مردم بم میفکنید، سر مردم حمله میکنید که چی بدیست بیارید؟ خب ما مردم هم حامی این نظام هستیم، شما وقت از این نظام حمایت کردیم، تاوان چمی هست؟ امیز پاداش مردم که باید سر مردم تعرض شود، سر مردم حمله شود، چی میگذره واقعا در بهسود؟ خب ما بیشتر از این نمیخوایم درازا بکشم، خیلی کوتاه و مختصر بس هم دوستا رساندیم. شما اگر فرصت داشتین یک بار لایف ما رو هم تماشا بکنید. منم فهم از دقیقه چندوم است، بعد از دقیقه 15 است فکر کنم، با باقر سعیر مصاحبه داشتیم و او جزئیات بیشتر در رابطه با قضای بهسود صحبت کرده. امیدوارم که شما دوستا بتونید تماشا کنید. به هر صورت کسانی که تازه باز هم در لایف اومدین، فقط 3 دقیقه زیاد نشد گپ زدیم. در بهسود متاسفانه درگیری ها اثر گرفته شده و همین لحظه هم قوای هوایی هم در اونجا رفته، دو هلیکوپتر و دو تاجر جنگی و ویدیوهای کوتاهی هم که بعد از این مراسم نشون میده که شلیک های از طرف قوای هوایی هم صورت گرفته. سلامت باشین، منتظر باشین ما هر اتفاقی که بیفته را لحظه به لحظه بس هم شما میرسونیم از طریق تلگرام، از طریق فیسبوک، از طریق یوتیوب. خواهشان زیاد از طریق واتساپ سوال نکنید، همه چیز موضوعاتی که باشه ما در اینجا میمونیم با شما شریک میکنیم، فقط شما ما رو دنبال کنید. سلامت باشین.